سمفونی فردوسی که شماره 15 است. در این سمفونی من شاهنامه رو نشون ندادم، بلکه اول یک سال و نیم من شاهنامه فردوسی رو خوندم و هیچ ادعایی ندارم که اون رو درک شناختم، بلکه اینکه واقعا دریایی است. این کتاب بُعد احساسی خیلی وسیعی داره، از اوج عشق و احساس به اوج ایده های قهرمانی. بنابراین من رستم رو به عنوان سمبل قهرمانی بودن از یه طرف، و سیمرغ هم سمبل آرمان ها و آرزوهای بشر که قابل دسترسی نیست و آخرین چاره که به قول انگلیسی ها میگن the last resort اونه، که می‌بینید که رستم وقتی دستش از همه جو برای مقابله کوتاه میشه از سیمرغ کمک میگیره. و این رو در چهار موومان من شرح دادم. قسمت اول خود شخصیت فردوسیه با یک تم به نام ایده فیکس و قسمت دوم سیمرغه، قسمت سوم رستمه و قسمت چهارم اگر حالا اینو پرانتز باز کنم، معروفه که بعد از این همه زحمتی که فردوسی میکشه سلطان محمود اون پاداش لازم رو بهش نمیده. بنابراین اینطور تصور من کردم که در آخر درام سمفونی اینطور تموم بشه که فردوسی سوار بر اسب اختراع خودش، یعنی مصنوع تفکر خودش، رخش سوار میشه و خود فردوسی به آسمان میره. من سمفونی رو اینطوری تموم میکنم. سمفونی 16 هم که تقدیم کردم به هرمز فرهت، دو موومان از این سمفونی روی تمهای دکتر هرمز فرهته. راجع به ایده فیکس من صحبت بکنم. ایده فیکس تمیست که در طول قطعه ثابته و نمایشگر، مثل لایت موتیف، نمایشگر یک شخصیت یا یک موضوعه. مثلا در سمفونی شماره 1 که خیام هست، یه تم خیام هست که تفکر و اون عرفان و به نوعی ایده های شاعرانه خیام رو نشون میده. اینه تمیز که در طول چهار موومان دیده میشه. مثلا در سمفونی دماوند اون وهم کوه دماوند که وقتی که نگاه میکنی یک رمز و راز و یک عظمتی داره، این با این حالته. Thank you.
یه همچین حالتیه. این عظمت کوه دماوند به این صورت. این یه همچین فضایی داره. میگه این مثلا در سمفونی پیامبر یک ایده فیکس یا تم پیامبری که هر دفعه شما میشنوین این شخصیت بزرگ به خاطرتون میاد. هر کدوم از این سمفونی‌ها دارای یک تمه. اگه یادتون باشه حدود 10 سال پیش یک در موزه سینما یک فستیوال از فیلم‌های صامت بود در زمان مرحوم سلیمی، یادش بخیر. فیلم‌های صامت من قرار شد که روی اینا به سبک قدیم هم در همون شب نمایش پیانو بزنم. یه فستیوال بود، خیلی هم مورد استقبال واقع شد که این تکرار شد. حتی فیلم‌هایی مثل شورش در کشتی تیومکین، جنرال از باستر کیتون، روشنای شهر چپلین، جان دارک و دو سه تا دیگه فیلم بود. یه فیلم دیگه هم بود، اتاق کالیگاری یا همچین چیزی. من برای افتتاحش یک قطعه ساخته بودم که هر شب اونو اول میزدم این و بعد فیلم نمایش داده میشد. البته من برای هر کدوم از این فیلم ها یه تمی ساخته بودم ولی امپروویزه میکردم، فیلم رو همتون میدیدم و پیانو میزدم. حالا اونو اجرا میکنم براتون.